خیلی مرد معتبر، خیلی. ایشون عمق اندیشش خیلی بالا بود، خب نظیر من نمیتونم برای عمق اندیشه ایشون پیدا کنم. گاهی از مدرسه حجتیه همینجور ازش میپرسیدن تا میرفت در منزلشون. یه روحانی بود در جای خودش، اما در عمق اندیشه فلسفیش دیگه فراتر بود از همه. هیچ روحانی علی الاطلاق معادل ایشون نبود. همین گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها. آدم وقتی علامه طاهره میبینه، راه رفتنش، حرف زدنش، اینا نه اینکه بر اساس تبلیغات باشه، این چیزی که شهود خودمونه. آدم بیاد پیغمبر خدا میفته. اصلا آقا این که مینشست حرف اضافه نمیزد، گوش میداد، سوال میکرد جواب میداد، درسته؟ اما ابتداعا سخنی بگه در این حال که یک قیافه بسام و خوشرویی داشت. اما راجب عمل اخلاقی ایشان، خب در تمام شون زندگی مشهود همه بود. عبوس باشه، گرفته باشه، اصلا این حرفا نبود. یک طلبه فاضلی یه پیامی به ایشان آورده بود از اصفهان که ببره به خدمت ایشان، نامی. خودش هم می‌خواست برگرد اصفهان، ساعت 2 بعد از ظهر بریتش باید حرکت کنه و متعیر و متعدده که آیا خدمت ایشان برسم، نرسم، مزاحمم نیستم. بالاخره دل بدریا زدیم بودیم، هرچی شد رفتیم در زدیم، ایشان آمد آرام یواش صحبت کرد، یواش در باز کرد، یه قالیچه آورد، پیرمرد انداخت اون دست لرزانش، انداختم در. چرا؟ گفتم آقا چرا آیسته صحبت میگو؟ این خادم اینجا خوابیده، مشمادری بود، خوابش گرفته بود تو اتاق، برای اینکه این مرد بیدار نشه از خواب، ایشان آرام صحبت. کدام یکی از آقایان حوصله داره که بشینه ارسونم که حرف شاگرد کوچک هرچی هم ایراد بی مورد باشه، اولا احترام اون فرد را نگه میداره، حرفی نمیزنه که مثلا دیگران بخندن، دیگر این که با حوصله جواب میده و انصاف در بحث. چیز عجیبی بود این مرد، هیچ تکبر نداشت اصلا. این نشون میده که یه آدمی است که خودش ساخته مسلط بر خودشه. اینایی که زود عصبانی میشن مسلط نیستن. کسی حرف حسابی میزد اصلا تسلیم میشد. من طباطبایی هستم، این حرفا نبود اصلا. این حدیث را من در کشکول مرحوم شیخ بهائی دیدم. ایشون میگوید یکی از پیامبران با خدا مناجات کرد، گفت یا ربی کیفت طریق الیک، راه چگونه است، چگونه میشه به تو رسید، کیفت طریق الیک، وحی آمد اترک نفسک تعالی الی، خودتو رها کن، خودت رها کن، بیا پیش من. همون جلسه پنجشنبه جمعه که تشکیل داده بودیم، تعطیلی که خواست بشه، روز آخری که تابستان اونم گفتن آقا یه نصیحتی گفت پنجشنبه، ایشان هی تفره رفت و بعد فردا گفتن آقا بنا شد نصیحتی کنید، گفت به خدای احد واحد بلد نیست،
یعنی آدم فانی بود، یه آدمی بود از خود خبر نداشت، خودی نبود در کار، خودی ده. ما خودیت در عالم تفتر ندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک آیت الله العظما آقای طباطبایی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کوتاه سخنان که جوانی هستم 22 ساله، چون این تشخیص می دهم که تنها ممکن است شما باشید که به این سوال من پاسخ دهید. در محیط و شرایطی که زندگی می کنم، هوای نفس و آمال آرزوها در من تسلط فراوانی دارند و مرا اسیر خود ساختند. درخواستی که از شما دارم، برای من بفرمایید بدانم به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم و سعادت بر من حکومت کند. یادآور می شوم نصیحت نمی خواهم و الا دیگران ادعای ناصحیت فراوان دارند. دستورات عملی لازم دارم. باز هم خاطر نشان می سازم که نویسنده با خود فکر می کند که شفاهن موفق به پاسخ این سوال نمی شود. وانگهی شرم دارم که بیهوده وقت گرانمایه شما را بگیرم. لذا تقاضا دارم پدرانه چنان که صلاح می دانید مرا کمک کنید و در صورت منفی بودن به فکر ناقص من لبخند نزنید و مخفیانه نامه را پاره کنید و مرا نیز به حال خود واگذارید. متشکرم. 23/10/1350. عدی جد قسمشم راست، چون کسی که المیزان نوشته، کسی که همه حدیث ده، کسی چند مرتبه بهار مدارا کرده، یه حدیث برای نیزه بگه بعد که خیلی بهش اصرار میکردن به ذهنش میامد، میامد فذکرونی اذکر کن، خدا گفت فذکرونی اذکر کن، تمام درس اینه. السلام علیکم. برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که در پشت ورقه مرقوم داشته اید، لازم است همتی برآورده و توبه نموده به مراقبه و محاسبه بپردازید. به این نحو که هر روز طرف صبح که از خواب بیدار می شوید، قصد جدی کنید که در هر عملی که پیش آید رضای خدا عز اسمه را مراعات خواهم کرد. آن وقت در سر هر کاری که می خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشت، به طوری که اگر نفع اخروی نداشته باشد انجام نخواهید داد. هرچه باشد و همین حال را تا شب وقت خواب ادامه خواهید داد و وقت خواب 4-5 دقیقه‌ای در کارهایی که روز انجام داده اید فکر کرده و یکی یکی در نظر خواهید گذرانید. هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته شکری بکنید و هر کدام تخلف شده استغفاری بکنید و این رویه را هر روز ادامه دهید. این روش اگرچه در بادی حال سخت و در زائقه نفس تلخ می باشد، ولی کلید نجات و رستگاری است. و هر شب پیش از خواب اگر توانستید سور مسبحات، یعنی سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن را بخوانید و اگر نتوانستید تنها سوره حشر را بخوانید و پس از 20 روز از حال اشتغال حالات خود را برای بنده در نامه بنویسید. انشاءالله موفق خواهید بود. و السلام علیکم. محمد حسین طباطبایی. حسین الاستاد علامه طباطبایی، از روز اولی که ما در خدمتشون بودیم ایشون می‌فرمودن این مراقبه و محاسبه رو باید داشته باشید تا آخر عمر. پند و اندرز که برای بنده و جناب عالی و همه دوستان ما و اینا لازمه و باید درش هیچ گونه مسامحه نکرد، عبارت از اینه که خدا را نباید فراموش کرد. این حقیقت را برای همه لازمه که انجام بدن و همیشه در مد نظرشون باشه، در خواب، در بیداری، در همه حال، در هر حالی که فرض بشود این معنا در نظرشون باشد که خدا را نباید فراموش کرد.
حتی این اواخر ایشون یه حالت بهتی گرفته بودن، یه بود که دیگه حرف نمیتونستن بزنن اینا. یکی از رفقا شاگردای ایشون در اون حال از ایشون سوال کرد که آقا در این حال چه سفارشی دارید؟ ایشون میگه یک صدای نازک المحاسبه المراقبه. اون حال کسی نمیتونست حرف بزنه، فقط دو کلمه بود، این مراقبه و محاسبه. آقای مرندی، آیت الله مرندی در مرند رحمت الله علیه، اینا از همدوره بودن. ایشان از بزرگان بود، فرمود هیچ کس تو این همکار همدوره ما مثل علامه طباطبایی نبود. سجده های 5 ساعتی داشت. وقتی من این با آیت الله جوادی عرض کردم، فرمود همینه که اینا یه همه برکات از همه سجده هاست، سجده های 5 ساعتی. من به شما بگم، خدای نکرده توهینی هم نیست انشاءالله، توهین ما اسم نمیبریم، حقیقتی است که باید گفت. وجود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نسبت به دیگر آقایان مثل تفسیر المیزان است نسبت به تفاسیر دیگر. شما از این مجمل میتونید مفصل رو بخوانید، واقعا اینطوری، حقیقتا اینطوری. مرحوم آقای طباطبایی واقعا از لحاظ معنویت حالات خیلی دلنشینی داشت. یعنی شما او رو در حالت نماز وقتی میدیدید واقعا مستقرب بود، مستقرب. مرحوم آقای قاضی فرموده بود که اگر در بهشت بگویند نماز نخوانید ما چه بکنیم؟ یعنی اونقدر لذت عبادت برای قاضی مهم بوده. طباطبایی هم خیلی به عبادت و مخصوصا در مورد زیارت و زیارت حضرت رضا، من اینو شاید چند بار گفتم، این قامتش هم بلند نبود دیگه، میان قامت و بلکه یه خوردم از متوسط به پایین بود، دست لبها رو میگذاشت، لبهاش هم رشته داشت و واقعا با تمام وجود میبوسید. به من میگفتن من روزی 14 ساعت کار میکنم مدام، گفتن یک روز در سال فقط تعطیل میکنم، اون روز عاشوراست. این هم به احترام واقعیت از سید الشهدا. ایشون در روزه ها خیلی عشق میریختن، خیلی ولایی بودن، خیلی اینطور یه آدم خاصی بود دیگه. من از بعضی از آقایون شنیدم گفته بودن بهشون که وقتی خانم زیارت عاشورا میخونه سلامها رو که میگه من جوابش را میشنوم. حتی گفته بودند که وقتی خانم از خونه به طرف حضرت معصومه عرض سلام میکند من جوابش رو میشنوم. فکر کنید روش، ببینید چه عمقی میخواد این کار.
اینطور، در حالی که مادر ما زن زاهده ای نبود که اهل زهد باشه، اینجوری نبود، آدم معمولی بود، زندگی معمولی داشت. پدر هم تقریبا همینجور، ما هیچ اعمال اضافی ازشون نمیدیدیم جز اینکه صبحای قدی قرآن میخوندن و همین نماز عادی میخوندن اینا، ما چیز خاصی ازشون نمیدیدیم. اگر نماز شب میخوندن ما نمیدیدیم و هاکذا. در این روزه ها که حضور پیدا میکرد، شبهای احیا گاهی میرفتیم منزل مرحوم آقای حاج میستقی زرگر، خودشم خدمت میکرد، شاید شنیده باشید. باور کنید این مجلس مثل یه بهشتی بود. وقتی منبر میرفت آقای طباطبایی همینجور با تمام بدنش می گریه میکرد، که گریه که میکرد بدن تکون میخورد. نسبت به ائمه علیهم السلام و امیرالمؤمنین یک ارادتی، یک پیوند عمیقی داشت. روزهای آخر عمر، اهل کام و ناز تاریک ترین و تلخ ترین روزهاست، اما شیرین ترین دقایق و روشن ترین لحظه های اولیاء خداست، چرا که آخرین لحظه های در قفس ماندن است و شوق پرواز هوش از سرش می برد. دل کندن از دنیا برای اهل آن مشکل است، اما برای عارف پیش از مرگ دنیا مرده است. این پیر نورانی چند سالی بیش میهمان انقلاب اسلامی نبود. حضرت دوست زیباترین غمهای عالم را برای او رقم زد. فرزندان او یکی پس از دیگری عاشقانه قربانی آرمان‌های انقلاب شدند و او را تنها گذاشتند. شهیدان محمد حسین بهشتی، محمد مفتح، محمد جواد باهنر و استاد مرتضی مطهری. استاد مطهری که خود شارح بزرگ مکتوبات فلسفی و عرفانی استادش بود، در شامگاهی سرخ به ضرب گلوله‌های کفر و نفاق به خاک و خون غلطید و پدر و استاد خیش را تنها گذاشت و فرشتگان نام بزرگ او را بر پیشانی آسمان نوشتند. کتاب
کسی نمی داند در آن روزهای پرسوز بر آن پیر دلسوخته چه گذشته است. فرزندان و پارهای تن آن استاد در راه اندیشه های والای او سر و جان باختند و علامه عروج مسیحاییشان را در عشق به تماشا نشست. اما مگر یعقوب پیر تحمل از دست دادن چند یوسف را خواهد داشت؟ ظاهراً روزهای آخر عمر همه چیز را از یاد برده بود، همه محفوظات علمی و فلسفی را، اما عشق را هرگز نمی‌توانست فراموش کند. عشقی که در آسمان‌ها یافته بود، عشقی که در خداوند خلاصه می‌شد. ایشون در این اواخر به حالت بیهوشی می رفتن. حتی عده‌ای از مراجع که می آمدن ایشون چشم باز نمی کردن. اما وقتی که نماز اول وقت می شد، ظهر می شد، بدون اینکه صدای اذان بشنون ایشون به هوش می آمدن. نمازشون رو می خوندن، دو مرتبه بیهوش می شدن. نمی دانم، بعید می بینم. بالاخره آی طباطبایی حافظش اصولا خوب نبود، تعمقش بسیار بالا بود، ژرفندیش بود. این مشهوره میگن ایشون بله حافظه را میگیره، ولی اون اندوخته های معنوی هرگز از ایشون گرفته نمیشه. یه مطلبی که مطرح میشد میدیدی تا اون اعماقش پیش میره، ولی حافظشون ضعیف بود. این یه مسئله است. خوب این حافظه ضعیف با اون رعشه که متاسفانه از نجف دامنگیر ایشون شده بود و کهولت دیگه از سن ایشون 80 سالشون بود که از دنیا رفت، ولی میفهمید کی میمیره. قرآن داره کجا دفن میشه. این اولیای خدا این چنینن، جلوتر یه چیزایی هم میفهمن و چیزی نمیگن، به کسی هم نمیگن. ولی اواخر عمر انقطاع دیگه، انقطاع از دنیا و از مادیات قوی تر میشون. علامه اخیراً اونطوری که نقل می‌کنه تا بعضیا به اشتباه هم افتادن. البته اواخر عمر خیلی در خودش بود، یعنی پیدا بود که یک تعلق خاطری به اون طرف داره و گویی مترصد به اینکه اولیای خدا بیایند و او را همراه خودشون ببرن. تا دم آخر علامه حالت توجه خاصی به مبدأ، به مولایش، به محبوبش، به خدای سبحان داشت. حتی یکی از فضلا در همون بیماری که تو بیمارستان بود، با همون بیماری از دنیا رفت، احساس کرده بود که ایشون دیگه رفتنی هستن. میگه عرض کردم آقا چه وصیت خاصی دارید، چه سفارش خاصی دارید؟ دیدم که لبهاشون به حرکت آمد، یه چیزی میگن من نفهمیدم، گوشم بردم نزدیک لبهای مبارکشون ببینم چه میگن. یه وقت دیدم که ایشون میگن مراقبه، مراقبه، مراقبه. در اون موقعیت خاص کسی که این حال را داره
میتونه اون یک عمر دنبال این حرفا بوده، همون حرفا را به عنوان وصیت براش. همون آقا میگه که آب خواست. این خیلی جالب. آب خواستن، من رفتم آب آوردم، تقدیم کردم، به دست گرفتن، دیدم همونطور نگه داشتن، میل نمی کنن. من فکر کردم حواسشون نیست من آب آوردم. گفتم آقا آب خواستید، آب آوردم، میل کنید. فرمودن بله توجه دارم. در یه جلسه نشسته بودیم، علامه هم نشسته بود. اون آقا که نقل میکنه خودش از شخصیت های مهم، از مدرسین بزرگ حوزه است، از مدرس هم بالاتر. میگفت که نگاه کرد به علامه، اشک ریخت. گفتم چیته؟ گفت من تعجب میکنم سنگینی این مرد را زمین چگونه تحمل میکنه. تا کنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من ندیدم. و امتیاز بین مردم برای خودش قائل نبودن. من یک پیرهن یادم نمیاد، نظرم نمیاد، یه پیرهن نو به تن ایشون به شما او رو در حالت نماز وقتی می دیدید واقعا مستغرب بود. خداوند امیدواریم و اجداد طاهرینش محشور بفرمان و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماد ان شاء الله. پرستش به مستی است در کیش مهر، برون از این حلقه، برون از این حلقه، هوشیارها هوشیارها.
شادگان میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها